من اگر کسی یعین نداشته باشه که روش قدوش شبات بگه، گفتیم که بانون میتونه بگه، برای همه روشن هست. یعنی باید اول بره نتیلا ددائیم بگیره، بره خواهر نتیلا ددائیم بگه، بعد میزمون داوید میخونه مثل همیشه، یوم هشیشی میخونه، بعد که میرسه برو پر اگفن، برو اگفن نیست، اینجا هموچیه، برخای هموچی میگه، ولی پاره نمیکنه تا اینکه برخای بعدی بگه شیر قدشم را صبانو برو خطاشم قدش شبات. اون موقع بسیعت اپته عکس رو جدا میکنه، تو نمک سبار میزنه و استفاده میکنه. یعنی تو امن اینجا خیدوش و هموچی یه جا صورت میگیره. اگر بخواد با وسیله دیگه یا چیز دیگه انجام بده راهی نداره. این نیست که مثلا مثل عبدالله میتونه با آبجو بگه یا با عرق بگه و امثال اینها، نه. اگر شب شبات نداره، نه یعین نه نون، پس چطوره ما مصرای اصه قدوش رو انجام میدیم؟ گرفتار شده، نداره، هیچ کنم از اینا نداره. توی تفیلا که میخونه، لحش که میخونه، اونجا باید کوانا ببنده که بارو خطاش مقدش شبات که میگه زخوریت یوم شبات میستد از سه زخوریت یوم شبات رو انجام داده باشه. میفرمان بهتره که توی لحش موقعی که میگه زخل معصب رشید یه سیاد مصرعیم هم اضافه بکنه، زخل معصب رشید لسیاد مصرعیم، چون توی قدوش ما میگیم زخل سیاد مصرعیم. بنابراین کسی که نداره قدوش بگه روی یعین یا نون، اون موقع خود تفیلا کافیه، برای همین بسنده است. چکار میکنم؟ رای دیگه نداره، به این وسیله انجام میده. گفتیم در حقیقت زخوری تیوم شبال قدشو اگه یادمون باشه گفتیم زخره و بیدواریم، یعنی با سخن با بیان ما روز شبات رو تحسین میکنیم، تکریم میکنیم، احترام میذاریم و مقدس میشماریمش، اصلشه. ولی روی این حخامین گفتن، حخامین گفتن میفرماند اما طوری که آدم موقعی که یعنی حاتان میخواد کله را به تصاحب در بیاره باید قدوش بگه، همانطوری که قدوش میگه با یعین، چه یعین شادی آوره، میخواد کله را شادمان بکنه، خوشحالش بکنه، همینطور ما هم حخامیم مقرر کردن که موقعی که قدوش شبات میگیم با یعین بگیم. پس یعین دربانانه و گفتیم هم چطوری از کجا یاد گرفتن که یعین باشه چی دیگه نباشه، یادآور شدیم که نوشته زیخرو که این لبانون یا نزگیرا دوده خام یعین، یعنی یادآور میشیم محبوبیت تو، دوستی تو، مودت تو با شراب. شراب همونطور که میدونیم در بهترین شادمانی هامون در صدر همه کارها یعینه، برای خواهی برپری اگفن داریم جمع تو به شبات معدیم همه اینها هست، این جای خود داره. فرمان اگر که آقای خونه غائب باشه کی برخوا میگه؟ کی قدوش میگه؟ آیا زنها میتونن بگن؟ زنها موظف هستن که قدوش میگن، چون تو دو لوحه که اشم دو بار ده فرمان رو فرموده، دفعه اول که تو پارشای درای گفته زاخواری تیوم شبان قدشو، در پارشای وایت هنان سفر دواریم نوشته شمار تیوم شبان قدشو. قبلا یادآور شدیم که چیزی که انسان قادر نیست اشم تواناست. ما نمیتونیم دو تا لغت رو یک جا ادا بکنیم، بیان کنیم، ولی اشم قادره، تواناست، میتونه بکنه، بالاتر از اینا میتونه بکنه. بنابراین زخور و شمار بفرمان
مقایسه شده با هم دیگه به دیبوره ها نمرو، همانطوری که ما میدونیم تمام میسود لطعسه، یعنی کارهایی که نباید انجام بگیره زنها هم موظف هستن، خلاف نباید بکنن. بنابراین تمام میسود لطعسه چیزی که مربوط میشه به آقایون به خانوم هم اگر جایز باشه که مربوط میشه مربوط میشه. حالا همونطوری که به لطعسه زنها حیا هستن، پس به همون مورد که گفته نکنید دربارش گفته میشود اصه خانوما حیا هستن، چون درباره شبات لطعسه داره، لطعسه کل ملاخاز خانوما هم موظف هستن نواسشون باشه شبات رو نکنن، 39 کار فرق نمیکنه زن و مرد. همینطور زاخورش هم که باید یادآورش بشیم، یادآور شبات تقدیس بشنه و قیدوشه بخنیساتو بسیاتو، هم برودش هم خروجش خانم هم حیاب است. بنابراین اگر مرد خونه غائب باشه یا مرد خونه وجود داشته باشه ولی بی سواد باشه، خصم نقاد این خانمش عالمه، درس خونده است، بلده، آیا خانم میتونه شوهرش رو یوتسه بکنه؟ 100%. دین عربود چون خود او هم از تورا حیابه، زن ها از تورا حیابن، چون ما مسئله ای که ما زامن اجرای یک دیگر هستیم در مصروت هشم، بنابراین خانم ها میتونن آقایون رو یوتسه بکنن. البته اگر گفتیم که یا شوهرش غایب باشه یا شوهرش هستش ولی بی سواده، بنابراین اونها رو یادسه میکنه و حتی برای بچه ها هم یادسه میشن. میفرمان اگر غریب باشه در اون مجلسی که خانم میخواد برای خواب بگه، از نظر حجب و حیا صحیح نیست، ولی برای اعضای خانوادش مسئله ایجاد نمیکنه. در صورتی که الزام میباشه خانم ها میتونن، مرد ها هم یادسه بکنن در موقعی که لازم هست و ضروریه. روز خوبی داشته باشید.